جریان موفقیت آمیز دومین کنگره بزرگ حزب ایران نوین را به عموم شرکت کنندگان و مسئولین تشکیلات این کنگره و مسئولین حزب تبریک میگویم، از لحاظ اینکه این همه افراد منتخب از نقاط مملکت توانستید گرد بیاورید و افرادی که در جریان این کنگره در مقابل هر موضوع حتی هر حرفی با وقوف کامل به مطلب و کلمه اظهار عقیده کردند و طبیعتاً هر وقتی که صحبت از ایران و منافع ایران و پیشرفت‌های ایران بود احساسات طبیعی خودشان را ابراز داشتند. البته میل داشتم که شاید با فرد شما می توانستم صحبت بکنم، هم آشنایی فردی پیش می آمد و هم از نقطه‌ای که از آنجا آمده اید اطلاعات بیشتری به دست می آوردم. این کار مشکل است، پس خطاب من به عموم است، در اون قسمتی که جنبه حزبی شماره داره به عموم نمایندگان که در اینجا هستند و به تمام ملت ایران است در موقعی که جنبه عمومی دارد. این اجتماع مرا به یاد اجتماع اولی می اندازد، موقعی که در همین تالاری که الان شما در آن اجتماع می کنید، در اون روز شش ماده اول انقلاب ایران را به اطلاع ملت ایران رساندم و از آنها تقاضای تصویب آن را با آرای عمومی نمودم. در اون روز هنوز زنهای ایران در آرای عمومی شرکت نمی جستند، برای اینکه حق شرکت آنها را ما تازه به آرای عمومی گذاشته بودیم. خوب به خاطر دارم شور و هیجانی که در تمام ملت ایران از اون روزی که اون شش ماده را ما اعلام کردیم تا روز ششم بهمن که آنها اظهار عقیده کردند و اظهار عقیده‌ای کردند که جالب توجه بود، برای اینکه تناسب آرای موافق با آرای مخالف چنان تناسب شکننده‌ای بود که از همون روز میشد پیش بینی کرد که نتیجه انقلاب ایران چه خواهد بود و با چه سرعتی پیشرفت خواهد کرد. و ما دیدیم که از ششم بهمن 1341 تا امروز تمام مواد انقلابی ایران، نه فقط آن شش ماده بلکه شش ماده هم به آن اضافه شد، و امروز می توانیم بگوییم که این مواد یا به طور کامل انجام گرفته و خاتمه یافته و یا در شرف انجام است. البته در مقابل چنین دورنمایی که میشد از همون موقع پیش بینی کرد که ایران در عرض مدت کوتاهی به چه منزلتی خواهد رسید، می بایستی که منتظر جنبش‌های مذبوحانه مأیوسانه باش، کما اینکه دیدیم بعد از اعلام منشور انقلاب یک ماهی قدر بیشتر قدر کمتر در جنوب ایران چند نفر از فئودال‌های سابق با خیال خام خودشون سعی کردند که به اصطلاح قیام کنند.
افکار وقتی کوچک باشد، مغز وقتی کوچک باشد، مطلب فقط از اون زاویه دید خودش و به اون طریقی که مایل هست ببیند میبیند. 4 نفر آدم عامی بی سواد فکر میکردن که در پشت یکی دوتا سنگ با ارتباط با 2-3 نفر مرتجع دیگر در شهرها، اینها میتوانند گردش چرخ مملکت را متوقف کنند. ولی دیدیم که نه فقط توقفی نشد، ولی همین عمل مذبوحانه باعث این شد که اصلاحات ارضی ایران با سرعت بیشتر و قاطعیت تمامتری اجرا بشود. کما این که تا آخر تابستان امسال 1 نفر دیگر، نه فقط مالک بزرگ، بلکه وظایف افرادی که برای فرد دیگری کار بکنن تقریبا در این مملکت از بین خواهد رفت و هر فردی صرفا فقط برای خودش و به اسم خودش کار خواهد کرد. در 15 خردادی نیروهایی که همون موقع ما به آن اتحاد نامقدس سرخ و سیاه اسم گذاشته بودیم، سعی کردند در تهران بلوایی بکنند، ولی اون هم بعد از چند ساعت از بین رفت و از اون موقع تا به حال تمام مطالب با سرعت هرچه بیشتر و قاطعیت هرچه تمامتری در مملکت ما جریان پیدا کرد و الا مواد 12 گانه انقلاب ایران به این نتیجه نمی رسید. ولی همیشه بعد از 1-2 کار تاریخی و بزرگ، یک عکس‌العمل‌های بعضی اوقات مضحک، بعضی اوقات تأسف‌آور، بعضی اوقات خائنانه‌ای دیده می‌شود. این از دیگه حقیقتاً سوزش دل سیاه دلان است. بعد از موفقیت تاریخی ایران در امر نفت، که در آخر سال 49 به دست آمد و قبل از اون که باز هم موفقیت‌های نفتی داشتیم و همچنین از اواخر سال 48 به این طرف که معلوم بود روند کار ما چیست و ایران به چه سمتی و با چه سرعتی پیش می‌رود، می‌بایستی که ما پیش‌بینی می‌کردیم که در این مملکت که از طرفی این برنامه‌های مترقی در جریان است و از طرفی دیگر این همه آزادی‌های فردی ما به ملت می‌دهیم، یعنی چه بیشتر از این که آزادانه شما از ده شروع شده بتوانید انجمن دهتون انتخاب بکنید، بتوانید اعضای شرکت‌های تعاونیتون انتخاب بکنید، بروید به انجمنهای شهر، بروید به خانه های انصاف، بروید به شوراهای داوری، بروید به شرکت های سهامی، برویم به انتخابات مجلسین و انتخابات انجمنهای استان و شهرستان. تمام وسایل گوناگونی که در اختیار ملت ایران گذاشته شده برای اینکه بتواند آزادانه اظهار عقیده بکند و در امور سیاسی مملکت خودش فعالانه شرکت بکند.
بعد از این موفقیت ها همونطوری که گفتم میبایستی که ما منتظر عکس العمل کسانی که با این اعمال آخرین امیدهای شیطنت و افکار سیاه بیرحمانهی که نسبت به این مملکت دارند، اینها به آخرین حربه‌های مبتذل مایوسانه دست بزنند. ملاحظه بکنید چقدر باید تشکیلات مخالف این نهضتی که شما هم پرچمدار او هستید کوچک و بی‌معنی باشد که یک چند مدتی 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر افراد گمراهی در همسایگی شما جمع بشن و در چند ماه پیش به وسیله رادیو، تلویزیون، مطبوعات خواندید که چه نقشه‌های خامی طرح کرده بودند، به اصطلاح اسلحه فرستاده بودند که در این مملکت یک روزی فقط دست به آدمکشی بزنند، برای اینکه افراد به قدری بدنام بودند که حتی شاید آشپز خانه خودشون هم به اونها احترامی نمیگذاشت. اون ماجرا که به اون طور افتضاح‌آمیزی خاتمه پیدا کرد تا اینکه چند وقت پیش مبتذل‌ترین نمونه حرکت دیوانوار مذبوحانه‌ای را ما به چشم دیدیم که در مملکتی که این 12 منشور انقلاب در آن جریان دارد، یه مشت افراد بیخبر از هر چیزی رفته بودن، حالا نمیدونن، قطعا به وسیله اوامر خارجی اداره میشدن، ولی شاید چند تا فیلم سینمایی هم دیده بودند و به اصطلاح خودشون جنگلی شده بودند و میخواستند از مرکز جنگلی سیاهکل ایران انقلاب نجات بخش یا آزادی بخش ملت ایران را شروع بکنند. اگر اصلاحات ارضی در مملکت نمیشد، اگر کارگرها در منابع کارخانه ها سهم نمی داشتند، در آن شرکت نمی کردند، اگر منابع طبیعی مملکت ملی نبود، اگر درآمدهای نفت به خرج مملکت نمی رسید و هزار اگر دیگر، اگر نمی بود، می گفتیم که باز هم شاگرد آشپزهای ارتش ایران کافی بود که جواب اینها را بدهد. چه برسد به این که در منطقه این عمل شروع کردن که افراد اونجا، زارعین اونجا، شاید رعایای سابق، امروز همه صاحب آب و ملک و زمینن. چه شد؟ مرد و زن محلی ریختند و یه ده از اینا رو گرفتند و مابقی که در ارتفاعات بالا به اصطلاح پنهان شده بودند، اهالی محل پا به پای ژاندارم های ما به تعقیب آنها پرداختند و متاسفانه 2-3 نفر از اهالی محلی هم در این راه شهید شدند. همچنین می توانیم بگیم سیاست معقولانه ایران در خلیج فارس که می گوید حالا که دوره کلونیالیسم تمام شده، دوره امپریالیسم تمام شده و کشورهای یا کشور امپریالیستی که از اینجا می رود، هیچ کشور دیگری نباید به جای پای او قدم بگذارد و سرنوشت این منطقه فقط باید به دست ممالک این منطقه تعیین بشود، می بینیم که
بر ضد منافع ایران یه تحریکاتی می شود. یه شعارهایی می شنویم که این به گوش ایرانی ناآشناست. هیچ ایرانی حقیقی یک همچین شعاری نمی دهد. ولی ما این شعارها رو شنیدیم، تعجب کردیم، تأسف خوردیم، بلکه قصه هم خوردیم که چطور می شود یک نفر اسمش ایرانی باشد ولی شعاری بدهد که مستقیماً به وسیله خارجی به او دیکته شده باشد. ولی با وجود تمام تأسفی که از این هست، ولی پرده ها بالا رفت، ماسک ها عقب رفت، افراد شناخته شدند. حالا این افراد در هر مقام و منزلتی که باشن اینا شناخته شده. صفوف ایرانی باید از هم جدا بشوند. از 30 میلیون جمعیت مطمئن هستم که 29 میلیون و 900 خورده هزار نفرش ایرانی هن. و عده قلیلی اگر اسمشون ایرانی باشد دلشون ایرانی نیست. تا جایی که می شود وسائلش فراهم می کنیم، دعا می کنیم که خداوند اونها را به راه راست هدایت بکنند. ولی اگر نشد، صفوف ایرانی باید از هم جدا بشود. اون کسی که دلش به عشق ایران و عمل و کردارش دنبال انقلاب ایران می باشد، با اون کسی که می گوید ای توف بر این انقلاب سفید، ما انقلاب خونین می خواهیم، و شعارهای دیگری که تکرار نمی کنم، این دو صف باید از هم مجزا بشود. البته ارزش این را ندارد که بگویم این دو صف، ولی اون 29 میلیون و 900 خورده هزار نفر از اون چند هزار نفر اینها باید فاصله بگیرند. البته حیف است که حتی یک دقیقه وقت هیچ فردی در این مملکت صرف فکر کردن به این موضوع یا احیاناً وارد عمل شدن در این موضوع بشود. اما اگر لازم باشد، خب میدونم هر فرد شما، چه زن چه مرد، مثل اون زن و مرد سیاه کلی، وظیفه خودش را نسبت به دشمنان مملکت انجام خواهد داد. آتیه‌ای که در پیش دارید، فکر می‌کنم که در این کنگره نسبت به آن صحبت شد، الان موقع ورود به جزئیات نیست. ارقام گوینده بود. خود شما در هر جایی که هستید، در هر دهی، شهری، هر جایی که هستید، می‌بینید در این چند سال اخیر چه تغییراتی پیدا شده. این برنامه رو که ما تمام بکنیم، برنامه پنجم خودش یکی از برنامه‌های شاید به سطح بین‌المللی بی سابقه و جالبی باشه، و بعد از آن برنامه ششم که تمام شد، مطمئن هستم که ما می توانیم وارد اون چیزی که به آن تمدن بزرگ می نامیم وارد بشویم. و اون یک نوع ایدئالی است که فقط در یک محیطی، در یک مملکتی امکان پذیر است، که اساس کارش بر اساس عدالت اجتماعی، انصاف، همکاری، تعاون و اصولی است که در کتاب انقلاب سفید خوانده اید، و خیلی شاید چیزهای دیگری که تا
تا به حال صحبتش نکرده بودیم و شاید به فکر من هم نرسیده و نرسد، اما احیانا به فکر یکی از شماها برسد. در صحبت پیش گفته بودم که این 12 منشور انقلاب ما چند تاش غیر قابل تغییره. مثلا منابع طبیعی مملکت، ما که اعتقاد به خدا داریم میگوییم که خداوند خلق کرده است و بشر در ایجاد او، در خلق او سهمی نداشته است، این حتما باید ملی باشد، یعنی باید تعلق به اجتماع به طور عموم داشته باشد. یا منابع عظیم زیرزمینی مثل نفت، یا یه صنعت مادری مثل فولاد، یا هر صنعت یا منابعی که بتواند در قیمتها تأثیر بگذارد و در زندگی مردم تأثیر بگذارد، این باید به وسیله دولت، به نمایندگی ملت، باید به نفع جامعه از آن بهره برداری کرد. این غیر قابل تغییر است. ولی خیلی از مواد انقلاب ما که خود من به اصطلاح پیشنهاد کننده و مبتکر آن بودم، میگویم که در آینده میتواند و شاید باید تغییر بکند، تغییراتی که هماهنگ و جواب دهنده پیشرفت‌های فنی و علمی و تکنولوژیک عصر ما باشد. امروز در 1350 زندگی می‌کنیم، در 1362 هیچ معلوم نیست که وضع پیشرفت فنی، صنعتی، تکنیک دنیا چه باشد و چطور اصول اجتماع خودمون را باید به آن تطبیق بدهیم که از فواید اون پیشرفتا بتوانیم کمال استفاده را بنماییم. همونطور که گفتم، شاید به فکر من نرسه، اما بین شما یک نفری پیدا بشه یه پیشنهادی بدهد که برای مملکت قابل قبول باشد. امروز سعی من پس از پیشنهاد این انقلاب و اجرای این انقلاب چند چیز است. یکی در آباد کردن مملکت، در استخراج ثروت مملکت، در تقسیم عادلانه این ثروت بین همه است، در بالا بردن سطح زندگی عمومی است، در ایجاد قدرت کافی برای دفاع این مملکت است، در بالا بردن نام ایران و ایرانی است، و حتی در سطح بین المللی دادن پیشنهاداتی که مورد قبول دنیا واقع می شود، مثل پیشنهادی که ما کردیم در امر مبارزه با بی‌سوادی و همچنین پیشنهاد ایجاد لژیون خدمتگزاران بشر. ولی یه وظیفه دیگر من هم اضافه بر این، تأمین ثبات و قوام و دوام و ادامه وضعی است که در عرض 9 سال شمار به اینجا رسونده و 12 سال دیگر شمار به ورود به جامعه و تمدن بزرگ خواهد رسانید. و در این کار کوچکترین غفلتی را نمی شود کرد
هیچ امری را نمی شود فراموش کرد و تهیه این دوام و قوام دو نوع است. در رژیم مشروطه سلطنتی شما البته دوام و قوام رژیم به وسیله سلطنت موروثی است. ولی میخوام به این موضوع این اضافه بکنم که اگر وارث تاج تخت شما، که باز هم باید یک دفعه دیگر این موضوع رو بگویم که اگر در این مملکت این مقام نبود و ایرانی گوشش، ذهنش، روحش به کلمه شاه آشنا نبود، و این پیوند تاریخی، این پیوند خارق العاده بین روح رئیس مملکت و اون چوپان بلوچستانی اگر نبود، این کارها، این انقلاب در مملکت بدون خونریزی، بدون قتل عام، بدون کشتار عجیب انجام پذیر نمی شد. اگر وارث طبیعی یک رژیم سلطنتی باید برای این کار تربیت بشود، ذهنش آماده بشود، مطالبی که باید بداند یاد بگیرد، انضباطی که باید پیدا بکند پیدا بکند، ولی این را هم من میگویم که اون وارث به اصطلاح قانونی و روحانی پادشاه هست، ولی شما 30 میلیون جمعیت فعلی این مملکت و یا چند میلیون بعدی همه تون وارث سیاسی پادشاه مملکت هستید. چون این مملکت متعلق به هم است. برای تسجیل کار گفتیم منابع طبیعی متعلق به هم است. و بالاخره وقتی که عمر هر کدوم از ما تمام بشود، تنها چیزی که از این مملکت و از این دنیا میبریم، اونم نمیبریم، تنها سهمی که به ما میرسه یه مش خاکی است که در اونجا دفن میشه. بعد این مملکت با این ثروتش، با محاسنش و انشاءالله بدون عیبش به سایرین میرسن. این است که در تحویل دادن این مملکت به وراث قانونی یا به اصطلاح وراث محبتی خودتون همه سهیم هستید. همه همونطوری که قبلا گفتم وارث یه چیزی هستیم و همه تون وارث سیاسی رئیس این مملکت هستیم. برای پیشرفت کار و همین وراثت سیاسی، برای اینکه پراکندگی نباشد، در همه جای دنیا معمول است، عادت است که مردم برای اظهار عقیده و دادن اختیارات از طرف خودشون به یه عده معدودتری که باز به نوبه خودشون اختیارات دیگری به یه عده معدودتری میدهند و این اصول حکومت میشود. امیدوار هستم که تشکیلاتی که حزب شما دارد روز به روز قوی تر، روز به روز با ریشه عمیق تر، روز به روز به
مطالب و مسائل مملکت واردتر. روز به روز با جمعیت این مملکت با تماس بیشتری به کارتون ادامه بدهید، در کارتون موفق‌تر باشید. هر دسته ایرانی دیگری که همینطور فکر میکنه و دلش برای مملکت میتپد، برای همه همونطور که میدونم شما هم همینطور، آرزوی موفقیت بکنیم. مسابقه‌ای باشد، مسابقه لیاقت، مسابقه خدمت به مملکت، مسابقه فداکاری، که بالاخره در میان این مسابقه بین این همه جمعیت نتایجش همه عاید مملکت می شود و نتایجش انشاءالله خود شما در مدت زندگیتون ببینید. بیشتر از اون بچه های شما خواهند دید و همینطور این نتایج نسل به نسل خواهیم رسوند به هر کسی که اسمش ایرانی می باشه. پس خودمون را برای این روزها بیش از پیش آماده کنیم. تمام عوامل پیشرفت کار موجود. تقریبا تمام عوامل نگه دارنده یا ترمز کننده مفقود. اگر هم چیزی باشد مثل تخت روان از اون رو عبور خواهید کرد، چون اصلا قابل ذکر نیست. از لحاظ خارجی سیاست مستقل ملی ایران به شما چنان منزلتی داده است که امروز بدانید و لابد می دانید که ما منت کسی را نمی کشیم اگر دیگران منت ما را نکشند، و بدانید که دیگران منت ما را می کشند و ما منت کسی را نمی کشیم. نمی خوام به گذشته برگردم و بگویم که چه چیزهایی من دیدم، چه وقایع اسف‌انگیزی در این مملکت رخ می داد، چه خاری ها، زاری ها و نگون بختی هایی که ما میبایستی بچشیم، در قلبمون بگریم، تحمل کنیم تا اینکه روز بهتری برسد. ولی اون روز رسید و آفتاب درخشان این مملکت از پس ابرهای تاریک پدیدار شد. ما با هم این مملکت را به اون اندازه‌ای که استعداد دارد، به اون اندازه‌ای که در دل کوه‌ها و زیر زمینش ثروت‌های عظیمی نهفته است، به اون اندازه‌ای که روی زمینش از لحاظ کشاورزی بتوانیم پیشرفت کنیم، به اون اندازه‌ای که هر نوع ثروت دیگرش بتواند مورد بهره برداری قرار بگیرد، به همون اندازه ما کار خواهیم کرد و با قوانین مترقی ایران فوایدش به اکثریت این مردم خواهد رسید. و اضافه بر پیشرفت‌های مادی، مقام معنوی این مملکت، قدرت حقیقی این مملکت، البته همیشه در راه سازندگی، البته همیشه در راه صلح، البته همیشه در راه صفا، تا موقعی که احترام ما محفوظ باشد به کار خواهد افتاد و در جامعه ملل منزلتی به دست خواهیم آورد که امیدوارم این مقام و منزلت از لحاظ روحی
به پای همون مقام و منزلتی برسد که تشکیل دهنده شاهنشاهی ایران کوروش در زمینه حقوق بشر به عنوان اولین نفر به دست آورد و ما هم در همین راه و در بزرگ داشت روح بلند پایه و روح لطیف و شریف ایرانی امکان دارد که خود را نشان بدهد قدم برخواهیم داشت. مطمئن هستم که کنگره سوم حزب شما موقعی که تشکیل خواهد شد مثل این دومین کنگره بتواند در این مدت زمان شاهد پیشرفت‌های خیره کننده و حیرت انگیزی باشد که شما را در دلبستگی به حزبتون و از خودگذشتگی نسبت به میهنتون از هر موقعی مصمم‌تر بنماید.